14 مهر 1360 شهادت میلیشیای مجاهد خلق مریم قدسی‌ماب. در میان قهرمانان مجاهد خلق به نام‌های فراموش ناشدنی بسیاری برمی‌خوریم که حماسه ها آفریدند. از جمله آنها مجاهد قهرمان مریم قدسی‌ماب از میلیشه های فعال بخش دانش آموزی مجاهدین در شهر اهواز بود. او که هنگام شهادت بیش از 16 سال نداشت، در تاریخ 3 مهر 60 توسط پاسداران دستگیر و به زیر شدیدترین شکنجه ها کشته شد و سرانجام در تاریخ 14 مهر 1360 پاسداران خمینی با شلیک 17 گلوله او را به شهادت رساندند. تصویر پیکر غرق در خون و شکنجه شده این نوجوان مجاهد خلق و سند مکتوب تیرباران او در سن 16 سالگی همان زمان در رسانه‌های مقاومت منتشر شد و تأثیر بسیار زیادی در افشای جنایات بی حد و مرز رژیم خمینی و جلادانش در ایران و جهان به جای گذاشت. یاد و خاطره مجاهد خلق مریم قدسی‌ماب و همه قهرمانان همرزمش گرامی باد. پانزدهم مهر ماه 1388 بازگشت فاتحانی 36 گروگان اشرفی به اشرف. روز 15 مهر ماه سال 1388 روز یک پیروزی بزرگ برای مجاهدین و مقاومت ایران بود. بازگشت پیروزمندانه 36 گروگان مجاهد به شهر اشرف بعد از 65 روز اعتصاب غذا و 7 روز اعتصاب خشک، آن 36 قهرمان در حمله جنایتکارانی روز 6 و 7 مرداد همان سال توسط مزدوران عراقی خامنه‌ای دستگیر شده و پس از ضرب و جرح بسیار به دخمه‌های مالکی برده شدند. آن قهرمانان در تمام طول 72 روز اسارتشان به رغم جسم زخمی و تن مضروب و تبدار و شرایط سخت اسارت در اعتراض به حمله وحشیانه به اشرف و تعدی به حقوق اشرفیان و در اعتراض به اسارت بیدلیل و غیرقانونی دهان به قضا هم بسته بودند. آنان در تمامی لحظات دوران اسارت همه سختی ها را تحمل کردند و به سوگند خود با ایران، با خلق ایران و با آزادی ملت ایران پای فشردند. پیروزی بازگشت 36 قهرمان اشرفی در 15 مهر ماه 90 محصول 72 روز تحصن و اعتصاب قضا و کارزار سیاسی در اشرف و در زندان و در قریب به 40 کشور بود و سرانجام توطئه رژیم ولایت فقیه و عواملش در عراق را به شکست کشاند. در سالگرد این بازگشت فاتحانه باید یاد دو شهید قهرمان از آن 36 تن را نیز گرامی بداریم: حسین احمدی و محمد علی تاتایی. مجاهد قهرمان حسین احمدی در حمله جنایتکاران مالکی در روز 19 فروردین سال 1390 به شهادت رسید و مجاهد قهرمان محمد علی تاتایی که در آن روز از ناحیه سر مضروب شد در اثر همان جراحت پس از 3 نبرد پرشکیب با بیماری در تیر ماه 91 به شهادت رسید. آزادی 36 گروگان اشرفی از اسارت پیروزی شگفت و ناممکنی بود که تنها با عزم جزم و با نیروی بیکران فدا و با همت پشتیبانان مقاومت در ایران و سراسر جهان محقق شد. شانزدهم مهر آغاز جشن‌های مهرگان در ایران قدیم. مهرگان آمد، هان در بگشایدش، اندر آید و تواضع بنماییدش. شانزدهم مهر همه ساله در ایران باستان آغاز جشن مهرگان بوده است که ریشه در آیین مهر یعنی یکی از کهن‌ترین آیین‌های ایرانی داشت. جشنی سرشار از پیام نیکی و شادی
که از 16 تا 21 مهر ماه برگزار می‌شد. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه خود منشأ جشن مهرگان را پیروزی مردم در مبارزه کاوه آهنگر علیه پادشاهی خودکامه به نام ضحاک یا بیبراسپ دانسته است. مهرگان در تاریخ ایران یادآور قیام کاوه آهنگر علیه ضحاک نیز هست. در تاریخچه مقاومت ملت ایران در سالهای اخیر نیز مهرگان باز با شور و شکوه بسیار گرامی داشته می شود. 18 مهر ماه 1385 شهادت مجاهد بزرگوار آیت الله سید محمد الموسوی القاسمی. در 18 مهر 1385 مزدوران جنایتکار رژیم آخوندی آیت الله سید محمد الموسوی در عراق بود به شهادت رساندند. آن روز آیت الله قاسمی در حال وارد شدن به دفتر کارش در شهرک قاسم در نزدیکی حله بود که بر اثر انفجار یک بسی انفجاری هدایت شده از راه دور به شهادت رسید. آیت الله قاسمی طی مصاحبه ها و بیانیه های متعددی نسبت به خطرات ناشی از دخالت های رژیم ایران در عراق هشدار داده و از حضور سازمان مجاهدین در عراق حمایت کرده. از این رو مورد کینه عمیق رژیم آخوندی قرار داشت و توسط عوامل آن مورد تهدید قرار گرفته بود. آیت الله قاسمی پیوندهای عمیقی با مجاهدین شهر اشرف داشت و از شهر اشرف بازدید کرده بود و همواره نمایندگان خود را برای رساندن پیامش به گرد همایی ها می فرستاد و مجاهدین را بر ادامه راهشان تشویق می کرد. وی در مورد فشارهای رژیم به دولت عراق برای اخراج مجاهدین از عراق در یک گفتگوی تلفنی با بخش عربی تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی ضمن تاکید بر حق پناهندگی سیاسی مجاهدین گفت: من به نوبه خودم حکومت عراق را نصیحت می کنم که در حقوق میهمانانش تجدید نظر کند. ما نیروهای ملی عراق به عنوان یک سد قوی برای ممانعت از هر گونه تعرض و آزاررسانی علیه مجاهدین خلق خواهیم ایستاد. والله الموفق والله من وراء الغصب. آیت الله قاسمی در سال 1361 به ایران رفت و در شهر مقدس قم مستقر گردید، اما پس از مدت کوتاهی با جنایات رژیم دین فروش آخوندی آشنا شد و با سردمداران این رژیم به عنوان دشمنان اسلام به مخالفت پرداخت. وی به ویژه اصل ولایت فقیه را به عنوان پایه و ریشه استبداد و سرکوب محکوم کرد. در نتیجه توسط ماموران رژیم آخوندی دستگیر شد و به مدت 1.5 سال در زندان‌های آخوندها به سر برد. آیت الله قاسمی در زندان با مجاهدین و افکار آنان آشنا شد و برخی از نشریات و کتاب‌های مجاهدین را به زبان‌های فارسی و عربی مطالعه کرد و به ویژه با شخصیت سردار شهید موسی خیابانی و چگونگی شهادت او و عاشورای مجاهدین آشنا گردید. آیت الله سید محمد الموسوی القاسمی دبیر کل حزب وحدت اسلامی بود. او در نامه‌ای به ارگان‌های بین‌المللی و فرماندهی نیروهای چند ملیتی نوشت: ما یک حزب اسلامی بی‌تعصب و باز هستیم و اطلاعات زیادی از کشورمان و از کشورهای همجوار داریم و مهمترین نکته‌ای که می‌خواهیم آن را روشن کنیم موضوع سازمان مجاهدین خلق ایران است. ما می‌دانیم که ایران و حکومت کنونی آن مانع اصلی برقراری دموکراسی و امنیت و ثبات در عراق و در کل منطقه می‌باشد.